سلام برای بچه خبر، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اول ویدیو اینو بگم، اگه سنتون کمه یا روحیتون ضعیفه، بیماری قلبی دارین یا هر چیزی، این فیلمو پیشنهاد میکنم نبینین، چون این فیلم واقعا فرق میکنه و واقعا برای همه مناسب نیست. حالا من هشدارمو دادم بهتون، خودتون ببینید. امروز اومدیم با یه ویدیوی فوق العاده ترسناک و خفن که خیلی میتونه شما رو بترسونه. همونطور که میدونید قراره الان من یه سری آهنگای وحشتناکی که کلی راز و چیزای شیطانی توشون مخفی شده رو با هم دیگه بررسیشون کنیم. حالا یه سری هستن وقتی برعکسشون کنی به یه معنی میرسی، خیلی هستن بعد با مثل تیکای پازل به هم بچسبونی. الان با هم خیلی قراره تو این ویدیو کار جالبی انجام بدیم. و اینم بگم که خواننده‌های زیادی تو این ویدیو قراره با هم آهنگاشون رو ببینیم، از اون معروف معروفه تا مثلا اونایی که زیاد معروف نیستن. خلاصه خواننده زیاده. حرف زیادی بسته، خیلی خوشحالم می‌کنم الان چنل یوتیوبمو سابسکرایب کنین، ویدیو لایک کنین و کامنت چیز داشتین این زیر بنویسید عشق منین. بریم سراغ ویدیو. اولین خواننده‌ای که قراره با هم راجع بهش صحبت کنیم، این خواننده‌ای که الان یا این گروهی که الان اسمشو شنیدین، توی 23 دسامبر سال 1985 یه موزیک ویدیو آپلود می‌کنه. دو تا از طرفدارای این خواننده وقتی این موزیک ویدیو رو گوش میدن، متوجه یه سابلمینال مخفی شده توی این آهنگ میشن و جفتشون با شاتگان توی صورت‌های هم شلیک می‌کنن و خودکشی می‌کنن. اگه واسهتون سوالی که سابلمینال مخفی شده توی این آهنگ چی بوده، بهتون میگم. وقتی این دو طرف توی صورت‌های هم شلیک میکنن و خودکشی میکنن، شخص اول که کلن صورتش تیکه تیکه و پودر میشه و از دنیا میره، اما شخص دوم با اینکه توی صورتش شلیک میکنه و نصف صورتش به فنا میره، به طرز خیلی عجیب و وحشتناکی زنده میمونه. ولی خب فیس و صورتش اصلا چیز خوشایندی نیست و اصلا قابل دیدن نیست، که یه ویدئوی کوچیک واسه تون نشون بده. که این شخص بعد 3 سال مصرف دارو از دنیا میره و فوت میکنه و خانواده این طرف وقتی میان یکم تحقیق و بررسی میکنن، میفهمن یه موزیکی اینا گوش میدادن خیلی وقت پیش، و وقتی اون موزیک رو با فرکانس بین 8 تا 10 گوش میدن، متوجه یه سابلمینال مخفی شده توی آهنگ میشن که اونا رو وادار به خودکشی کردن میکنه. خانواده این طرف وقتی متوجه همچین چیزی تو آهنگ میشن، سریع میرن دادگاه و شکایت میکنن. و اینم فیلمی از جلسه دادگاهشونه. Are there subliminal duets on the Better By You Better Than Me song? Absolutely not. خیلی خوب، خواننده بعدی. این خواننده خیلی وقت پیش یه موزیک ویدیویی آپلود میکنه که بیاین ورژن اصلیشو با هم دیگه ببینیم. خیلی خوب، ورژن اصلی موسیقی که سر جاش، اول این موسیقی رو اگه دقت کنین، یه بچه‌ای داره با یه هیولایی صحبت میکنه با یه لحن خیلی خشن که ببینیم. و اما همونطور که دیدین، یه بچه داشت با یه هیولا با یه لحن خیلی ترسناک صحبت میکرد که اصلا معلوم نبود قضیه و اون ماجراش چیه. حالا بیان این موزیک برعکس شده شو با هم دیگه گوش کنیم. واقعا کاری ندارم، خیلی وحشتناک بود، مخصوصا با اون لحن و اون فریادی که اون یارو میکشی، یعنی اون هیولایی میکشی. خب خود اون موزیک تا همین الان میتونه روحیه یه شخص رو به چخ بده دیگه، چه برسه به اینکه بخوای پشت سر هم گوشش کنی. و واقعا بعیدم نیست سر همچین موسیقی هایی این همه اسکل خودکشی میکنن و از دنیا میرن، چون واقعا خب جیغ اون هیولای لامصب خیلی به موقع و عجیب بود. یعنی اگه واقعا چند بار پشت سرمون رو گوش کنین، یه حس عجیبی بهتون دست میده که افتضاح بود. وای وای وای، ویدیو بعدی فوق العاده وحشتناکه و میشه گفت ترسناک ترین ویدیوی این قسمته.
این ویدیو مربوط میشه به یه یوتیوبر یا یه خواننده مجازی. حالا اونایی که نمیدونن خواننده مجازی چیه، ببین یه سری آدم هستن دوست ندارن خودشونو توی ویدیو به بقیه نشون بدن، یعنی یه سری کاراکتر یا شخصیت انیمیشنی درست میکنن و با اونا ویدیو آپلود میکنن. یه خواننده مجازی به اسم الیور یه موزیک ویدیو آپلود میکنه که موزیک ویدیوی اصلیش و تصویر اصلیش اینه. همونطور که تو نگاه اول این موزیک ویدیو رو میبینید تو حالت طبیعی، متوجه میشید یه چیزی داره به تماشاگر اون ویور میفهمونه، میخواد یه چیزی رو بگه، یه معمایی توش جاسازی شده که هر کسی اونو نمیفهمه. اما یه سری محقق و تحقیق کننده میان این موزیک ویدیو رو باز میکنن و یکم روش تحقیق انجام میدن و متوجه یه چیز خیلی وحشتناک میشن. اونا متوجه میشن این موزیک ویدیو داستان و ماجراش مربوط میشه به یه پیرمردی به اسم رابرت فیش. اگر رابرت فیش رو نمیشناسین الان بهتون میگم. رابرت فیش یه پیرمردی بوده که بچهای مردم رو میدزدیده، اونا رو میکشته و گوشتای اونا تیکه تیکه میکرده و میخورده، البته پخته میکرده. اینم بگم اگر بخوام بهتر توضیح بدم چرا نه، این پیرمرد رابرت فیش با خانواده قربانی حسابی مثلا ارتباط دوستانه و اعتماد کننده برقرار میکرده و میخواست یه جوری اعتماد اون خانواده قربانی رو به خودش جلب کنه. مثلا همش با بچهشون بازی میکرده، مهربونی میکرده، شوخی میکرده، جشن میگرفته و اینا، که خانواده اون قربانی میگفتن این چه پیرمرد مهربون و بچه دوستیه، دمش گرم، خیلی آدم باحالیه. و یه جوری این پیرمرد میخواسته اعتماد این خانواده قربانی رو به خودش جلب کنه. چند هفته بعد که این پیرمرده اعتماد این خانواده رو به خودش جلب میکرده، میرفته پیش خانواده قربانی و میگفته آره امروز تولد نوامه و میخوام بچهتون رو ببرم پیش نوه خودم تا با هم تولدش رو جشن بگیریم، آیا اجازه میدید؟ بعد خانواده این طرف که حسابی به این پیرمرده اعتماد کرده بودن و میگفتن یه پیرمرد مهربون و بچه دوسته، چرا که نه، ببریم بچه‌مو با بچه‌تون تولدش رو جشن بگیره و اینا. وقتی این پیرمرده بچه این خانواده رو میبرده، مستقیم میرفتن طرف خونه متروکه. وقتی وارد خونه متروکه می شدن، بچه رو می کشه، تیک تیکش می کنه و اون رو یه جایی قایمش می کنه. چند روز بعدش میاد و گوشتای این بچه رو که تیک تیک کرده بود می پزه و می خوره. و اینم باید بگم تعدادش خیلی زیاد بوده، چون یه قاتل زنجیره‌ای بوده، یکی دوتا نبوده متاسفانه. و پلیس بعد چند هفته متوجه این جریان میشن و میان این کوچولوکو دستگیر میکنن و دادگاه، جلسه دادگاه برگزار میشه و حکم اعدام این رابرت فیش صادر میشه که باید با صندلی الکترونیکی بود دیگه، یا صندلی برقی اعدام بشه. که چند روز بعد این حکم صادر میشه و این یارو اعدام میشه و به درک حاصل میشه. فقط میخوام بهتون بگم که به هر کسی اعتماد نکن. اما قضیه اینجا تموم نمیشه. وقتی محققا میان یکم بیشتر روی موزیک ویدیوی این الیور تحقیق میکنن، متوجه میشن بعضی از جاهاش یه سری پیام و یه سری حرفای نامفهوم گفته میشه. میان اونا رو مثل تیکه های پازل به هم میچسبونن و برعکسش میکنن. وقتی برعکسش میکنن متوجه میشن که یه پیامی درست شده که این پیام همون پیامیه که این یارو رابرت فیش بود، آلبرت فیش بود، کی بود، به خانواده اون قربانی ارسال میکرده وقتی که بچهشون رو دزدیده بوده. فکر کنید مثلا یکی بچه یه نفر رو دزدیده، بعدش یه پیامی واسه اون خانواده ارسال میکنه که میگه آره مثلا من با بچهتون چیکار کردم و اینا. پیامی که این پیرمرده واسه خانوادهش رو ارسال کرده رو توی این موزیک ویدیو با هم ببینیم. I chopped it to death, then cut her in small pieces, so I could take my meat to my rooms, cook and eat it. How sweet and tender. It took me 9 days to eat her entire body. Oh,
آقا من از همین الان اعلام کنم واقعا دیگه من به هیچی، من تو به این میکروفونم دیگه اعتمادی ندارم. ببین توی دنیا چه اتفاقایی میفته که ازش بی‌خبری. پشوا. خیلی خوب. و خواننده بعدی که قراره با هم راجع بهش صحبت کنیم، مطمئنم شخصی که همتون دوستش دارین، بیلی آیلش. بیلی آیلش توی 2 سال پیش ویدیو آپلود میکنه که ویدیو زیاد عجیبیه، حتی تو حالت طبیعیش هم عجیبه که یه لیوان پر از یه ماده سیاه میخوره و اشکای سیاه از تو چشاش میاد، که خودش هم واقعا عجیبه موزیک ویدیوش. و یه قسمتش هست که بیاین موزیک ویدیوی اصلیش رو با هم دیگه ببینیم. مطمئنم این موزیک ویدیوش رو قبلا یه جا شنیدین یا دیدین، که همین دیگه. حالا بذارین اجازه بدین این موزیک ویدیو رو برعکسش کنیم. و اینم خلاصه برای بچه‌ها از این ویدیو. الان یه سری موزیک و یه سری حرف با هم تو این ویدیو زدیم که مطمئنم یکم چشاتون بیشتر توی دنیا باز شد، که امیدوارم یکم تونسته باشم یه اطلاعاتی بهتون بدم که به دردتون بخوره. عشق من این، مرسی که ویدیو رو تماشا کردید. تا فیلم‌های بعد، خدا نگهدار.